و اگر مقایسه بکنیم این بینش و منش را با آنچه گذشته بر انسان بود در شرق و غرب عالم به نام دین یا غیر دین یا مفاد دیگر و اون استبدادهای نفسگیر بود و بدتر از سلطه بیگانه این که انسان در ذهنش این بود که سرنوشت محضوم او تندادن به حکومتهای قلده رو دور بود. این مسئله با ذهنیت و وجدانی که بشر امروز پیدا کرده است نشاندنده حرکت عظیم انسان به سوی آزادی و رهایی. از سوی دیگر قرن گذشته قرن ظهور و خوشبختانه سقوط نظام‌های به اصطلاح توتالیتر و تمامیت‌ها بود. اینها همه نشانه این است که سیر تاریخ به سوی آزادی و رهایی انسان است. البته یک نکته دیگر در اینجا استفاده می شود و اون این که انسان رها شده از سلطه استثمار و استعمار و استبداد و استعباد و نیز رها شده از سلطه غرایز تلقیف نشده حیوانی چون خشونت و درنده‌خویی، انسان رها شده و آزاد شده از این همه بدبختی و انحراف یقیناً جانب عدالت و حق را خواهد گرفت. و این بیان دیگری از اصل درخشان مهدویت که ما افتخار میکنیم با آن وابسته ایم. به هر حال سیر تاریخ سیر به سوی شکوفایی وجود آدمی، رهایی انسان از سلطه‌های درونی و بیرونی و سیر به سوی آزادی. من از تجربه شخصی خودم هم فکری بکنم، اشاره بکنم و رد بشم. ببینید این که امروز در عرصه جهانی و داخلی نیاز به بحث فراوان و کوشش زیادی نیست تا ثابت بکنیم که گفتگو و مدارا در جنگ و خونریزی و خشونت برتری دارد، مسئله کوچکی نیست. گویا همه تاریخ خونبار بشر مقدمه همین امر ساده بوده است. آرمانهایی که بشر دارد آرمان به سوی آزادی است و لحظه به لحظه به این آرمانها نزدیک می شود. البته طبیعی است که همیشه میان آرمانها تا تحقق و فعلیت اون چیزی که در ذهن انسان است فاصله زیاد داره، موانع وجود داره، اما حرکت به آن سو و به صراحت باید گفت تا روزی که زورمندان کم‌خرد که دارای غرور و تبخم است و قدرت خود را در محرومیت تحقیق انسان می دانند و از سیاست جز سرکوب و دخالت و تحمیل و تحقیر و تطمیق و تدریج چیزی نمی دانند، باید جشن پیروزی کلمه بر شمشیر را به تأخیر انداخت. اما حرکت خرامان و شکوهمند تاریخ بشری به سوی آزادی و آزادگی. حضرت ابوعبدالله سلام الله علیه را یکی از بزرگترین قهرمانان راه عدالت و آزادی می دانید. منتها طبق بینش اسلامی قهرمان اصلی صحنه تاریخ خود انسان است. پیامبران خدا هم آمدند تا فقط به انسان آگاهی بدهند و اراده او را تقویت کنند تا در سایه آگاهی و اراده راه آزادی و راه آزادگی را بپیمایند. پیامبران نیامدند
مردم رو مجبور کنند که مسیر عدالت آبادی رو طی بکنند. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. قائل قیام خود مردم است. اما قهرمان هم در این عرصه نقش دارد. قهرمان واقعی کسی است که آگاهی مردم را بالا ببرد، اراده مردم را تقویت بکند. به این حساب حضرت عبدالله قهرمان بزرگ آگاهی بخشی و اراده بخشی به جامعه است که به پای خود به سوی عدالت و آزادی حرکت بکند. اما چند درس که از قیام عبدالله میگیریم اشاره بکنم به اون. یکی این که در مکتب عبدالله آزادی واقعی در پرتو بندگی خدا حاصل می شود. آزادی از قید و بندهای اخلاقی و تسلیم شدن در برابر هوا و هوس نیست. آزادی در بندگی خدا. خدای امام حسین خدای پیامبر ماست، خدای قرآن است، خدایی است که قهار هست، جبار هست، متکبر هست، اما خدایی که در عین حال حکیم و عادل و رؤوف و رحیم نیز هست و خدایی است که رحمت و مهربانی او در قدم و قدرت او غلبه دارد و حتی قدرت و قدم خدا هم در مسیر بست مهربانی، بست داد و عدل است. بندگی چنین خدایی است که انسان را آزاد می کند از دو بردگی، بردگی هوا و هوس و بردگی قدرت های زورگو. آزادی که امام حسین اون را به اون دعوت می کند آزادی که در سایه بندگی خدا حاصل می شود. دوم، حرکت به سوی این آزادی در مکتب امام حسین حرکت از موضع دین است و به خصوص وقتی که به نام دین بر جامعه ستم می کند و اعتراض در دین ایجاد شده است. اجازه بدید.